مایک پومپو شروط 12 گانه را به عنوان پیش شرط های مذاکره با جمهوری اسلامی در تاریخ 21 ماه مه 2018 در بنیاد هریتیج واشنگتن مطرح کرد. اکنون نازیلا گلستان نماینده ویژه حقوق بشر شورای ملی ایرانیان برای انتخابات آزاد در نامه‌ای به مایک پومپو از وی خواسته است تا شرط 13 به این نامه بیفزاید که بر اساس آن حکومت جمهوری اسلامی باید در رفتار ناعادلانه، ستمکارانه، نادرست و رفتار خشونت‌آمیز خود علیه شهروندان ایرانی پایان دهد و همچنین به شهروندان ایرانی امکان برگزاری انتخابات آزاد، منصفانه و شفاف برای تشکیل مجلس مؤسسان داده شود. من روشنک آسترکی از کیهان لندن با نازیلا گلستان درباره این نامه و تحولات سیاسی ایران گفتگو می‌کنیم. خانم گلستان، چرا مایک پومپئو رو مخاطب این نامه قرار دادید و آیا معتقدید سیاست‌های دولت آمریکا در مسیر رسیدن مردم ایران به دموکراسی یا با این نامه از مد نظر قرار ندادن روند دموکراسی خواهانه مردم ایران انتقاد کردید؟ درود می‌فرستم خدمت شما و همه خوانندگان و بینندگان کیهان لندن. چرا آقای مایک پومپو؟ برای اینکه ایشون امروز در مقام وزارت خارجه ایالات متحده آمریکا هستن و به طور کلی تمام سیاست‌های خارجی در امور روابط بین‌الملل در هر کشوری خب وظیفه‌اش بر عهده وزارت خارجه اون کشور هست. و آقای پومپو به ویژه در سخنرانی اخیری که داشتن در بین جامعه ایرانی و هم در بنیان هریتیج که ماه می سال جاری صحبت کرده بودند، اشاره کرده بودند به اهدافی که رئیس جمهور آمریکا از ایشون خواسته بودند در رابطه با حکومت جمهوری اسلامی و همچنین اشاره کرده بودند، میشه گفت خیلی زیاد، برای نخستین بار ما می‌بینیم که یک دولتی وزیر خارجش اینقدر میاد میپردازه به وضعیت ملت ایران و پشتیبانی میکنه از مسائلی که داره به نقض حقوق بشر، نقض مستمر حقوق بشر و یا فسادی که در جامعه ایران هست به اون میپردازه. نکته دومی که آیا آمریکا میتونه کمکی باشه در راستای دموکراسی، دستوری دموکراسی در ایران؟ بدون شک پشتیبانی های معنوی تمام دولت های دموکراتیک چه اروپایی و چه آمریکا از مردم ایران میتونه شرط لازم باشه، شرط کافی نیست، برای اینکه در نهایت خود ما مردم ایران هستیم که تصمیم میگیریم سرنوشت خودمون رو به دست خودمون بگیریم و انجام بدیم و اگر غیر از این هم باشه آینده خوبی نخواهد داشت. اگر قرار باشه که تصمیم گیرندگان یک کشور خارجی باشه بر اساس منافع ملی خودشون، در دراز مدت نخواهد بود. در نتیجه اونچه که ما درخواست میکنیم یک پشتیبانی معنوی هست که در مذاکراتی که با حکومت جمهوری اسلامی دارم، در این مذاکرات مردم ایران فراموش نشن و فقط به مسائل هسته‌ای و غیره پرداخته نشن. پیشنهادی که شما مطرح کردید به عنوان بند 13 پیش شرط‌های 12 گانه پومپو در شرایطی هستش که خیلی ها معتقد هستن که برخی از این 12 شرط از جمله عدم غنی‌سازی اورانیوم در ایران برخلاف حقوق ملی ایران هست فارغ از جمهوری اسلامی. آیا شما با این 12 شرط قبلی آقای پومپو موافق هستید؟ مسئله هسته‌ای به طور کلی ما در شورای ملی ایران در منشورمون اومدیم آوردیم بند 17 هست که مسئله هسته‌ای و به طور کلی حکومت ایران، حکومت آینده ایران میباید موظف باشه به پیمان‌های بین‌المللی که خودش امضا کرده. حالا برگردیم به مسئله هسته‌ای که مسئله روز چندین سالی که راجبون داره صحبت میشه. غنی‌سازی اتمی یا غنی‌سازی نیروگاه‌های اتمی اولش به این بهانه بود که برق دست بیاد، ولی در نهایت می‌بینیم میلیاردها دلار از خزانه ملت ایران هزینه شده و حتی چند کیلووات تولید شده. واقعیتش اینه که امروز همش برق در ایران قطع و وصل میشه. شما وضعیت خوزستان و سیستان و بلوچستان رو ببینید، نه برق هست نه آب. در نتیجه وقتی این رو می‌بینیم که ما یه حکومتی داریم که متأسفانه برخلاف در تضاد با منافع ملی ما داره حرکت می‌کنه و سیاست‌های خارجیش کاملا در تضاد با منافع ملی ماست و فقط به این فکر می‌کنه که اون هلال شیعی رو قوی بکنه و قدرت خودش رو از عراق تا سوریه و لبنان تقویت بکنه، چون در داخل کشور ایران هیچ گونه میشه گفت نه مقبولیتی داره نه مشروعیتی.
یعنی چون اون 12 بندی که آمریکا پیش شرط گذاشته که ادامه بعضی از میشه گفت شروط برجام هم هست، اینها شرایطی است که بدون شک ایران باید مثل تمام کشورهای پیشرفته احترام بذاره به پروتکل‌های بین‌المللی که بتونه در دهکده جهانی قرار بگیره. ما یک کشوری می‌خوایم که صلح‌جو باشه و به دنبال جنگ افروزی و یا تمیزایی در منطقه و در جهان نباشه. ما کشوری می‌خوایم که مردم یه روزی بتونه در ایران برابر با هم در آسایش و امنیت زندگی بکنن، چیزی بیش از این نمی‌خوایم. در رابطه با شرط 13 و اگر تاریخ تمام تحریم هایی که دول غربی در رابطه با یه سری از دولت هایی که برخلاف ارزش های جهان شمول رفتار کردن پرداختن یا تحریم های اقتصادی و سیاسی نگاه بکنیم، یکی از موفق ترین تحریم ها تحریم بر علیه دولت آفریقای جنوبی بود. وقتی که دسموند توتو اپیل میکنه، یعنی که فراخوان میده و از جامعه جهانی میخواد که بیان حکومت آپارتاید آفریقای جنوبی رو تحریم بکنن و این رو میگه توی جمله، این رو میگه که ما از شما میخوایم که حکومت دولت ما رو تحریم بکنیم و ما حاضر هستیم که این هزینه رو بپردازیم تا این تغییر بنیادین در کشورمون رخ بده. ولی اما ایشون چیزی که میخواد تحریم های حقوق بشری هست، یعنی رفع تبعیض نژادی که آپارتاید حکومت آپارتاید آفریقای جنوبی داشت رو اجرا میکرد. اون چیزی که مسلمه این تحریم موفق شد برخلاف تحریم های دیگه. چرا؟ چون یه تحریمی بود که در راستای فقط حقوق بشری بود. امروز 12 شرطی که آمریکا برای جمهوری اسلامی گذاشته، این 12 شرط شرط لازم هست برای اینکه بتونن گفتمان انجام بدن و شاید بتونن عقب جمهوری اسلامی رو به عقب نشینی وادار بکنن، ولی خیلی خیلی احتمالش ضعیف هست. در بهترین حالتش برجام بود که دیدیم حتی پولهایی رو که پرزیدنت اوباما آزاد کرد همش رفت سوریه، هزینه تروریسم و شبه نظامیان در جیش الشعبی و حشد العربی شعبی ببخشید در عراق و سوریه شد. در نتیجه این رو که ما آزمودیم، ولی چیزی که مهم هست سعی میکنیم ما به دول غربی و به ویژه آمریکا بگیم این هست که باید یک شرط 13 یک شرط اساسی اضافه بشه و اون هم مسئله حقوق بشر هست. جمهوری اسلامی میبایست به خاطر نقض مستمر حقوق بشر، جنایاتی که بر علیه شهروندان ایرانی داره روزانه انجام میشه و به ویژه اینکه حق نداریم ما انتخابات داشته باشیم، یک انتخابات آزاد سالم و عادلانه و شفاف داشته باشیم، بر اون هم یه سری فشارهای دیپلماتیک و تحریم‌های هوشمند برای اون هم انجام بشه. تا وقتی که این شرط 13 نباشه، من فکر می‌کنم هیچ گونه امیدی برای اینکه ما بتونیم این حکومت رو به عقب نشینی وادار بکنیم و بخوایم اون رو جایگزین بکنیم با یک حکومت دموکراتیک و مردمی یک توهم باشه. و فکر می‌کنی پامپو چقدر خواسته شما رو مد نظر قرار بده و با اون همراهی کنه؟ من که نمی‌دونم جای با پامپو صحبت بکنم یا به طور کلی، ما به هر حال داریم راجع به یک دولت کشور آمریکا صحبت میکنیم که یکی از میشه گفت قدرمندترین کشورهای جهانه و بدون شک بسیاری از شاخصه ها در تصمیم گیری هاشون اثرگذاره. اما اون چه که مهمه و یکی از شاخصه ها و متغیرهایی که بسیار میتونه مهم باشه، اون هم خواست ملت ایران هست. به هر حال هم شورای ملی ایران هم بسیاری از فکر میکنم شهروندان ایرانی در سراسر دنیا این درخواست رو دارن از دولت آمریکا که توجهشون رو و تمرکزشون رو بر مردم ایران و خواست و اراده مردم ایران بگذارن. درش ما تلاشمون رو میکنیم، ولی من در آخرین اخباری که میخوندم، مطالعه میکردم در فایان پالیسی در سایتش، دیدم که این بحث الان روی میز هست و با آقای پومپو این گروه استراتژیکشون این بحث رو روی میز گذاشتن و دارن صحبت میکنن که مسئله حقوق بشر، نقض حقوق شهروندی در ایران هم یکی از شروطی باشه که در آینده بهش بپردازن. امیدوارم که این رسما اعلام بشه. درسته. و از دیدگاه شما برای رسیدن به حکومتی ملی و دموکراسی در ایران چه باید کرد؟ آیا توی این روند فکر میکنی که میشه از نیروهای فراملی هم کمک گرفت؟ فراملی ببخشید منظورتون چه هست؟ کشورهای دیگه غیر از در واقع ایران و مردم ایران. من همونطور که گفتم ما بنی آدم اعضای یکدیگرن، یعنی ما در یک جهانی زندگی میکنیم که همه به هم وابستن. همونطور که میبینیم که یک حکومت دینی فاشیستی آپارتاید و فاسد در ایران، فاسد سالار در ایران داره منطقه رو از بین میبره و در جهان تاثیر گذاره، برعکسش هم هست. بدون شک تصمیم گیری ها و مواضعی که حکومت های غربی و پیشرفته دموکراتیک در برابر جمهوری اسلامی میگیرن تاثیر مستقیم میذاره روی تصمیماتی که مردم ایران میگیرن.
به هر حال این که پشتیبانی معنوی بکنن بسیار مهمه، همونطور که برای آفریقای جنوبی انجام دادن، همونطور که در لهستان، چکسلواکی، رومانی، شیلی اتفاق افتاد. اون چه که میتونه به ما کمک بکنه اون همبستگی ملی اون هست که همدیگه همصدا و همسو باشیم تا بتونیم یک گذر تا حد امکان به دور از خشونت داشته باشیم، تا بتونیم در یک مسیر مسالمت آمیز یک حکومت مردمی و دموکراتیک رو در کشورمون برقرار بکنیم. خانم گلستان، عده معتقد هستن که شورای ملی تجربه ناموفقی برای اینکه بتونه اپوزیسیون رو کاملا با هم متحد و هماهنگ بکنه داشته. ارزیابی شما در این باره چی هستش و شاهزاده رضا پهلوی اکنون چه نقشی توی شورای ملی دارن؟ شورای ملی ایران هیچ وقت مدعی اتحاد اینکه همه بیان زیر سقف شورا نبوده. ما زمانی که منشور 17 گانه تنظیم میشد، اولین نسخش هم از داخل کشور اومد، از داخل زندان اوین اومد، بحث سر این بود که ما 17 شروطی رو بذاریم و به اون سوگند بخوریم که اون 17 شرط در راستای منافع ملی می باشه. خب بدون شک به افتخار بر یکی از بنیانگذاران این شورا خود شاهزاده رضا پهلوی بودن که یک سال نقش سخنگو رو داشتن و 3 سال هم نقش ریاست این شورا رو به عهده داشتن و خیلی کمک کردن در توانمندسازی این نهاد. ولی که شورای ملی ایران در سپتامبر سال گذشته این سمت به پایان رسید و ایشون دیگه ریاست شورا رو به عهده ندارن. البته تو اون 3 سال هم نقش اجرایی نداشتن، فقط یارا بودن برای اینکه ما بتونیم یک سیاست کلان رو تعریف بکنیم و در این تشکیلات رو بتونیم یک تشکیلاتی با پایه‌های میشه گفت قوی بنیانگذاری بکنیم. در نتیجه امروز شورای ملی ایران یک نهاد کاملا مستقل هست و تنها میشه گفت هدف محوریش این هست که ما بتونیم یک روزی در ایران به یک قانون اساسی دست پیدا بکنیم که این قانون اساسی نوینمون محورش انسانگرایی، اومانیسم، دموکراسی و تمام شرایطی که در دموکراسی، تمام اصولی که در یک حکومت دموکراتیک وجود داره در قانون اساسی ما هم باشه. مثلا مثل جدایی دین از سیاست، سکولاریسم یا برابری شهروندی یا اقتصاد آزاد، عدالت اجتماعی، همه اینها رو بتونیم در قانون اساسی نوینمون کشورمون داشته باشیم. با توجه به شرایط اخیر در ایران و تحولات سیاسی و روند اعتراضات مردم در کشور، برنامه شورای ملی ایرانیان برای تأثیر بر تحولات سیاسی ایران چیه؟ ما همه تلاشمون هست که اولا صدای مردم باشیم، چون ما به هر حال اینجا چیزی که داریم و اونجا نیست، تریبون آزاد هست، بتونیم از این ابزارهایی که در دستمون هست استفاده بکنیم تا بلندگوی مردم درون ایران باشیم. تمام کنشگران، وکلا و فعالینی که در زندان هستن یا در این زندان هستن بتونیم صدای اونها باشیم و همسو و همراه اونها باشیم. بدون شک لحظه به لحظه دنبال میکنیم اعتصابات، گردهمایی ها و سعی میکنیم با هم همسو و همگام و همصدا باشیم و این امروز تلاش ما بر این هست که بتونیم این همبستگی رو بیشتر بکنیم و اینکه این پراکندگی های میشه گفت فکری یا حاشیه سازی ها رو ازش اجتناب بکنیم. این خیلی مهم هست، چیزی هستش که ما روش فکر میکنیم، کار میکنیم. خب شورای ملی چندین کمیسیون داره، بیشتر در کمیسیون نافرمانی مدنی و آشتی ملی هست که با نیروهای درون مرز همکاری میکنیم، نشست های میشه گفت مستمر داریم هفتگی که بتونیم این همصدایی و همسویی رو حفظ بکنیم.